درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، هر جایی که هستید افتخار دارم که در خدمتون هستم و سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که با شما باشم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاس گذارم که من راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و مهمان عزیز امروز و خدمتتون معرفی بکنم، چند تا خبر کوتاه میدم و بعد میریم به سالن در خدمت مهمان عزیزمون. چون نزدیک داریم میشیم به برنامه های فوتبال جام جهانی بین نوامبر 20، یعنی از 3 روز دیگه، برای مدت 1 ماه برنامه های این استودیو ممکنه که با تغییر ساعت انجام بشه. اینو خدمتون گفتم که اگر که به سر ساعت انجام نشد، بدون اینکه به خاطر مسابقات جام جهانی است که این برنامه ها رو تلویزیون ایرانیان کانادا پخش میکنه، مستقیم پخش میکنه. در همین رابطه رادیوی بین‌المللی فرانسه امروز اعلام کرده که در شبکه‌های اجتماعی که بسیار شنونده داره، پیشنهاد کردند که در بین ساعت‌های مسابقه، در زمانی که دقیقه 24 هست، ببخشید دقیقه 22 هست، کسانی که در استادیوم هستند بگن که say her name، یعنی همون مستا، در دقیقه 22. امیدوار هستم که این برنامه‌ای که این پیشنهادی که رادیو بین‌المللی فرانسه پیشنهاد کرده برای اون دقیقه 22 هر بازی، اسم مهسا امینی که میگن که say her name، اسمش رو صدا بکنی، مهسا امینی رو پخش بکنن، که این در حقیقت تمام، اگر این کار انجام بشه، بسیار روحیه هموطنان ما رو در داخل بسیار قوی میکنه و به نظر من ایده خوبیه. من مطمئن هستم تیم‌های دیگه هم برنامه هایی رو خواهند داشت. دو تا موضوع دیگه هم خدمتون عرض میکنم و بعد بیریم به قسمت سالن. امروز قطعنامه سازمان ملل، یعنی قسمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک قطعنامه ای رو صادر کردند و از اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه شکایت کردند و احتمالاً شاید قطعنامه بعدی که در ماه مارس خواهد بود، در حدود نزدیکای عید خودمون خواهد بود، قطعنامه آخرین قطعنامه رو احتمالاً خواهند داد و این مدت رو در حقیقت یک فرصتی رو میدن که اون درخواستایی که در این قطعنامه نوشته شده و قطعاً هم نوشته شده و به فوریت هم درخواست شده، این کار بکنن. البته بین از الان تا ماه مارس که نزدیکای عید ما هست، اگر یک مطالب دیگه پیش بیاد که جنبه اورژانس داشته باشه، ممکنه که یک نشست اضطراری هم داشته باشن. در همین رابطه مربوط به سازمان ملل، 24 نوامبر، یعنی هفته دیگه، امروز 17 هستیم، نشست شورای فوق‌العاده حقوق بشر سازمان ملل خواهد بود و انتظار میره اکثریت کسانی که در این کمیسیون هستند جمهوری اسلامی رو عرشبت که تقبیح بکنن و با یک دستور عملهایی بیان که ممکنه که عواقب بدی رو برای جمهوری اسلامی داشته باشه. این چند تا نکته رو خواستم خدمتتون عرض بکنم و میریم به سالن پیش مهمان عزیزمون جناب فریبرز کرمی زند که افسر پیشین در ایران بودند و این فکر میکنم که دومین
دومین زمانی هست که من در خدمتشون هستم و خوشحالم که دعوت من رو قبول کردن و به ما پیوستن و میدونم که این برنامه بسیار برنامه پربار بود. آمدین جناب کرمی زن. درود بر شما جناب افشین جان، درود بر بینندگان شبکه ایرانیان کانادا، سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون جناب کرمی زن. شما الان همونطور که من برنامه های شما رو دنبال میکنم، بیننده های بسیار زیادی رو الان در شبکه های مختلف دارین و بسیار مطالبی که شما مطرح میکنین برای بینندگان، که بینندگان و شنوندگان برنامه ها از شما آموزش میگیرن برای کارهایی که انجام میدین. برای کسانی که دفعه گذشته شما آشنا نشدن، یک معرفی خیلی کوتاهی از خودتون بگین، خواهش میکنم، بدون اینکه مطالبی که نباید بگین از نظر شبت که محل اقامتتون یا هرچی، اون چیزی که صلاح میدونین خیلی کوتاه بگین که من به سوال بعدی خدمتتون عرض بکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم، سپاسگزارم. بنده فریبرز کرمی زند هستم، افسر پیشین پلیس و همینک در کنار بخشی از همکاران سابق خودم، چه در داخل و چه خارج از کشور، در خدمت مردم هستیم برای مقابله با جمهوری اسلامی تا سرنگونی کاملش هم در خدمت هموطنان عزیز هستیم. مفید و مختصر است. آره، نه خیلی هم خوبه همین که بینندگان بدونن که شما کی هستین و کارتون چی هست. البته همطور که در پیش درآمد این موضوع صحبت کردم، شما آموزش های فنی برای جوانها و بینندگان برنامه‌تون اعلام میکنین، یه مقدارم مطالبی مربوط به نافرمانی های مدنی اشاره میکنین. میخواستم ببینم که بازتاب این کارهایی که شما کردین، که اول که به نظر میرسه که تعداد کسانی که شما رو دنبال میکنن بسیار بالا رفته، حالا خودتون میگین که چه تعداد شما رو میبینن و برنامه شما رو دنبال میکنن، و بازتاب این چیز کارهایی که شما انجام میدین چگونه بوده؟ بفرمایید. خواهش میکنم. من ابتدا عرض کنم که بنده تنها نیستم و همراه یک تیم و گروهی از پرسنل نیروهای مسلح میهن پرست در کنار هموطنانمون هستیم. این آموزش هایی که داده میشه صرفا برای رهایی وطن و هموطنانمون از چنگال جمهوری اسلامیه و بازتابش هم حالا دیگه خود هموطنان عزیز باید بیان نظر بدن ببینن که آیا بازتابش چگونه بوده. اما خب ما سعی کردیم که روی مقوله امنیت کار کنیم. هموطنان ما در قیام های گذشته از لحاظ بحث امنیتی ضعیف بودن، از لحاظی که بتونن از خودشون دفاع کنن آموزش آنچنانی ندیده بودن، و متاسفانه ما شاهد بودیم که در هر قیامی بیشترین آسیب رو هموطنامون میدیدن. حالا ما تمرکزمون رو روی این گذاشتیم و چیزی حدود بیش از تقریبا نزدیک 2 سال میشه که مستقیم داریم آموزش میدیم در شبکه های اجتماعی یا هر تریبونی که عزیزانی مثل شما در اختیار ما قرار بدن. ما در خدمت هموطنامون هستیم. به نظر من بازتابش خوب بوده، یعنی میشه این رو در خیابون ها و در همونطور که شما گفتید در نافرمانی های مدنی دید، یعنی باعث شده که جمهوری اسلامی و مزدورانش یک مقداری عقبتر بایستن، یعنی بدونن اگه بخوان نزدیک مردم باشن این مردم دیگه میتونن از خودشون دفاع کنن. بله جناب کرمی زند، کاری که شما میکنین به نظر من و بسیار کسانی که من باهاشون در تماس هستم خیلی ارزشمنده. کاری که انجام میدین واقعا خیلی کمتر کسایی هستن که این کار رو انجام میدن. یه مقدارم نگران سلامتیشون، جانشون هستن. شما راجع به این موضوع مطلبی دارین که ما بشنویم و بدونیم که خطراتی که شما ممکنه که براتون باشه چی میتونه باشه و آیا تهدید میشین یا به چه صورتی؟ مدار اون چیزی که فکر میکنین باید بگین بگین، اون چیزی که نباید بگین
خواهش میکنم نکن. بله خب جمهوری اسلامی یک حکومتیه که هیچگاه از جنایت یعنی مثلا ابایی نداشته، یعنی چه در داخل کشور چه در خارج از کشور هر جایی که تونسته مخالفین خودش رو یا ترور کرده یا به انهای مختلف یک آسیبی به اونها زده. اما فرضاً بزرگ شما چون نظامی بودیم یک مقدار میشه گفت پوست کلفت‌تریم و نمیایم از تهدیدهایی که بر علیه ما یا خانواده‌مون میشه صحبت کنیم، ولی خب دقیقا مثل سایر مخالفان جمهوری اسلامی قطعا یک سری خطرات هم متوجه ما و تیم ما هست. اما خب ما هم در کنار مردم ایستادیم و سعی میکنیم که در کنار همدیگر از جمهوری اسلامی گذر کنیم، رژیمی که کاری جز ترور کردن، کاری جز خرابکاری در دنیا بلد نیست. و من در خدمت هستم جناب هرچین. بله بله، سوالایی که من دارم بسیار زیاده، بنابراین سعی میکنیم که برای اینکه به همش برسیم اگر پاسخها رو کوتاه بدین، نه اینکه اساسش رو فعل بکنیم، ولی اون تا اونجا که میشه. الان وضعیتی که ما الان میبینیم در داخل ایران، اول که باعث میشه که خیلی قلبمون درد میگیره، این عکس ها و این به اصطلاح داستان هایی که برای ما میرسه که شما هم حتما و بینندگان عزیزم همینطور، خیلی دردآوره. به عنوان مثال ما داشتیم یک کودکی رو داشتیم به نام کیان، پیر ملک فکر میکنم 10 سالش بوده و من فکر میکنم عکسش هم باید داشته باشیم. عکس دست چپ، دست راست این زمانی است که متاسفانه تیر خورده و از دنیا رفته. دست چپ اون تقریبا چند روز قبلشه یا یک چند هفته قبلشه. و این غیر از کیان ما داشتیم سپهر مقصودی رو داشتیم که عکسش رو نداریم، 14 ساله بوده، و دیگری میلاد سعیدی بوده. و نکته ای که در مورد کیان میخوام مطرح بکنم، یه چیز غیر معمولی که اتفاق افتاده، پدر مادرش رفتن یخ آوردن و بلاک های یخ آوردن و به روی این بچه نگر داشتن که ندن به سردخونه، بچه را ندن به سردخونه، برای اینکه میدونن که وقتی به سردخونه بدن بچه رو طبق معمول میدوزدن و بعد به اصطلاح گروگان میگیرن که از پدر مادر یک اعترافی بگیرن که این بر اثر تصادفی از پشت بون افتاده یا به اتومبیل خورده یا هر چیزی دیگه، و بعد ازش یک اعتراف بگیرن و بعد پرونده رو ببندن، وگرنه میگن که ما بچه رو نمیدیم یا پیکر رو نمیدیم، خودمون میریم یه جای دیگه دفنش میکنیم و معمولا هم بعضی جاها به جاهای دورتر میبرن. البته این موضوعی که الان من دارم میگم مربوط به گفتمان امروز ما آنچنان نمیشه، ولی خواستم برای بینندگان عزیزمون بگیم که چه کارهایی رو جمهوری اسلامی میکنن. بنابراین با این پیش درآمد، شما شرایط کنونی ایران رو چجوری میبینین جناب کرمی زند؟ عرضم به حضور شما، شرایط کاملا یک شرایط انقلابیه برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی. یعنی ما وارد یک پروسه‌ای شدیم که هرچی بیشتر میگذره به لحظه سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی نزدیکتر میشیم. شرایط کاملا به نفع مردم، در اختیار مردم، یعنی هموطنان ما علی خصوص در برخی از شهرها هر موقع اراده کردن تونستن کنترل اون شهر رو در اختیار بگیرن، نیروهای مزدور جمهوری اسلامی رو عقب برونن. و در بحث سایر موارد هم مثل اعتصابات سراسری، ما شاهد این بودیم که این 3 روز واقعا یک اعتصابات ملی در ایران شکل گرفت. شرایط کاملا یک شرایط انقلابیه و ما در پروسه پیروزی هستیم و جمهوری اسلامی هم در مسیر سقوط و سرنگونی. بله خیلی ممنون. برای یکی از
شعارهایی که خود افراد جمهوری اسلامی پخش میکنن. البته ما این عادت کردیم به میس اینفورمیشن، دیس اینفورمیشن، یعنی اطلاعات غلط میدن برای منحرف کردن مردم. یکی از شعارهایی که الان در خود نظامی ها در داخل میدن این که ما هنوز اون قدرت واقعیمون رو به بازار نیوردیم، به میدون نیوردیم. بنابراین شما پاسختون بر این با اطلاعاتی که از داخل دارین چی هست جناب کرمی زند؟ بله، جمهوری اسلامی عرض کردم خدمتون یک رژیمیه که تروریست خونریزه و سوابق 43 سالش هم نشون داده که هیچ ابایی نداره، یعنی هر کار که تونسته شدیدترین حرکات تروریستی رو انجام داده، یعنی از لحاظ خونریزی یا از لحاظ جنایت هیچگاه خودش رو پاسخگو ندونسته. و بنابراین ما داریم بر اساس همین روال گذشتهش هم بخوایم بررسی کنیم، جمهوری اسلامی تمام قدرتش همینه، تمام نیروهاش رو وارد میدان کرده و از این بالاتر دیگه قدرتی نداره که بخواد ازش استفاده کنه. بهتره که ما بگیم که مردم هنوز با قدرت کامل وارد میدان نشدن. روزی که هموطنان ما با قدرت کامل در اقصی نقاط ایران عزیزمون به خیابون‌ها بیان، ما شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی در عرض کمتر از چند ساعت به غرق تاریخ میره. در واقع این جمهوری اسلامی نیست که با قدرت کامل نیومده، این مردم هستن که با قدرت کامل نیومده. بله، حالا این سوال بسیار بسیار مشکلی که جواب بدین، چه کار باید کرد که مردم کامل بیان تو خیابون؟ چون واقعا درست میگین، جمعیت هست که میتونه جمهوری اسلامی رو واقعا ناک اوت بکنه، یعنی واقعا از صحنه خارجش بکنه. بدون جمعیت اون اتفاقی که احتمالا ارتش ممکنه به پیونده یا بدنه نظام به پیونده به تظاهر کنندگان ممکنه اتفاق نیفته. سوال خیلی سختیه، ممکنه شما پاسخش رو نداشته باشین، ولی در هر صورت من سوالمو میکنم. خواهش میکنم. اولین چیزی که باعث میشه جمعیت وارد خیابون میشه اینه که یک خودباوری داشته باشن. یعنی جمعیت به نظر من مردم ایران هنوز شاید یه تعدادیشون به این فکر نکنن که میتونن جمهوری اسلامی رو در عرض چند ساعت سرنگون کنن. این خودباوری هنوز شاید شکل نگرفته باشه. اما عرض کردم در برخی از شهرها که همبستگی مردمش بالاتره، کنترل شهر در عرض چند ساعت به دست مردم میفته. یعنی اون شهر در طی یک هفته چندین بار بین عوامل جمهوری اسلامی و مردم دست به دست میشه. جمعیت هم وقتی میتونه داخل خیابون بیاد که این همبستگی ملی در بین مردم ما شکل بگیره. ما هرچه همبستگیمون بالاتر باشه نسبت به هم تعصب بیشتری نشون میدیم. این تعصب بیشتر باعث میشه که وقتی من ببینم دوستم، فامیلم، اعضای خانوادم، همسایم وارد کارزار مبارزه شده، من هم بهش بپیوندم و این جمعیت شکل میگیره. من از سرم خدمت این پروسه داره به وجود میاد. یعنی شاید دو ماه قبل وقتی این اتفاق، وقتی این قیام شکل گرفت، کسی فکر نمیکرد حتی به یک هفته برسه، ولی الان ما وارد ماه سوم شدیم. یعنی یک پروسه تغییر سرنگونی کاملا شکل گرفته و روز به روزم هموطنان ما از لحاظ رفتارهای میدانی و حتی نافرمانی مدنی پیشرفت داشتن، پیشرفت رو به جلو داشتن و قطعا ما شاهد حضور جمعیت خواهیم بود. ولی هرچه زودتر این جمعیت وارد میدان بشه، وارد خیابان ها بشه، ما هزینه کمتری میدیم. هرچه این هزینه هم کمتر باشه قطعا به نفع همه هست. بله جناب کرمی زند، شایعات بود، شاید هم شاید شایعات نباشه، واقعیت باشه، که افرادی رو از سوریه بردن به ایران یا از عراق هشت شعبی و یا از فاطمیون از افغانستان. البته قبلا هم گفته شده بود که یه تعدادی رو از ایرانی ها رو که در سوریه بودن برای جنگ به اوکراین فرستادن. ما هنوز اطلاع دقیقی نداریم، ممکنه شما اطلاع داشته باشین، ولی در مورد آوردن این مزدوران از این کشورها یا این گروه ها شما اطلاعاتون چی هست؟ خواهش میکنم. باشه، عرضم بزرگ شما، ما باید اول ببینیم که این مزدورها کمکی به بقای جمهوری اسلامی میکنند یا نه. همونطور که شما فرمودید اینها مزدور هستن، یعنی مزد بگیر هستن برای یک کاری
پول میگیرن تا یک کاری انجام بدن. اینها هیچگاه به بقای جمهوری اسلامی کمک نمیکنن، چون لحظات آخر، روزهای آخر، ماهای آخر که همین الان داریم ما در داخل اون هستیم، خودشون به واقع میدونن که اگر بخوان در کنار جمهوری اسلامی بیستن، اون چند صد دلاری یا اون پولی که دارن میگیرن به درد اونها نمیخوره، چون در نهایت جمهوری اسلامی سرنگون میشه و اینها هم بایستی پاسخگوی اون جنایتاشون باشن. و این نیروهای مزدور هم کمکی به آقای جمهوری اسلامی نمیکنه. قطعاً یک مقداری رو سعی کردن وارد کنن و یا از کسانی که در داخل ایران هستن مثل گروه فاطمیون استفاده کنن، اما این استفاده عرض کردم خدمتتون واقعا هیچ دردی از جمهوری اسلامی دوا نمیکنه. گروه های هشتر شعبی در داخل عراق الان دیگه مثل سابق گوش به فرمان سپاه پاسداران نیستن، حتی در برخی از اون گروه هم به صورت مستقیم در مقابل خواسته های جمهوری اسلامی می ایستن. پس دیگه هشتر شعبی رو نمیشه روش حساب کنه. حزب الله لبنان هم که دیگه از یک گروه جنگنده تبدیل شده به یک مافیای بزرگ و اونها هم عادت کردن به خوشگذرونی با پول های مردم ایران و هیچگاه نمیان که خودشون رو به خطر بندازن. به نظر من جمهوری اسلامی از این گروه ها هیچ سودی نخواهد. پس شما میفهمین که هستن کسانی در ایران از این گروه ها یا اینکه نیستن یا اینکه شایع است؟ یک ببینید مثلا در خصوص فاطمیون حتی نامه رسمیش هم بیرون اومد که ازشون استفاده میکنن، اما خب به صورت محدوده، چون میدونن این حساسیت مردم نسبت به این بالاست. حتی اگر به صورت خیلی آشکار هم اتفاق بیفته، قطعا تعدادی از نیروهای نظامی به صورت خودجوش عکس العمل نشون میدن به حضور این عوامل بیگانه در داخل کشور. اما باقی نیروها رو هم که حالا تعدادی از ویدیو اومد بیرون که به زبان عربی صحبت میکردن یا به زبانهای ناشناس، میشه هنوز گفت. ولی من حدسم اینه که جمهوری اسلامی به صورت گسترده ازشون استفاده نکرده و نمیتونن به صورت گسترده ازشون استفاده کنه، چون عرض کردم دلیل از جمهوری اسلامی دوا نمیکنن این گروه های مزدور. بله، البته همطور که اطلاع دارین اخیراً 20% به حقوق سپاه اضافه شده، بودجه ای که دادن، و این در حقیقت دست خوش برای کسانی که بیان مردم رو بکشن یا مردم رو بزنن، واقعا باعث خجالت اون حکومتی هست که فقط به کسانی که به مردم تعرض میکنن حقوقشون رو زیاد میکنن و این باعث شرمندگیه. جناب کرمی زند، این اعتصاباتی که الان به صورت گسترده در این سه روزی که فراخوان داده شده شما احتمالاً پیگیری میکنید، چه اثراتی داشته و فکر میکنید که آیا ادامه خواهد داشت یا خیر؟ اعتصابات یه حسن بسیار بزرگی که داره اینه که برای جمهوری اسلامی قابل سرکوب نیست. این جمهوری اسلامی نمیتونه اعتصابات رو سرکوب کنه. حسن دیگه اون اینه که باعث میشه اتحاد بالا بره. یعنی وقتی شما داخل خیابونی میرید، داخل بازاری میرید، میبینید تمام مغازه ها بسته است، پی به قدرت اتحاد مردم میبرید، برای مردم غرور آفرین انگیزه میشه و عوامل جمهوری اسلامی رو میترسونه. اونا میرن داخل یک شهر، به نظرشون یک شهر ارواح میاد، خودشون هم در مقابل مردم میستادن، از مردم هم میترسن و اون صحنه رو میبینن باعث میشه بیشتر بترسن. و این اعتصابات حسن بعدیش هم اینه که ماشین اقتصاد جمهوری اسلامی که البته دیگه اقتصادی نمونده، یعنی همونطور که بنیانگذارشون گفت اقتصاد برای کیه، دیگه الان واقعا به عینه مردم دارن میبینن، ولی خب اون مقداری هم که از اقتصاد مونده و دارن هزینه نیروهای سرکوبگر رو میدن، شما که همونطور گفتید که 20% حقوق سرکوبگران رو افزایش دادن، باعث میشه اونم دچار وقفه بشه. و این اعتصاب کلا بسیار بسیار تاثیرگذاره و به نظر منم قاعدتا یعنی ادامه دارم هست تا سرنگونی جمهوری اسلامی، و این پروسه داره ولی شاید کم و زیاد بشه اما قطع نمیشه، این اعتصاب ادامه داره. بله، یک مقایسه اگه بخوایم بکنین جناب کرمی زند، تاکتیک هایی که الان مردم جوان ها انجام میدن با مقایسه با گذشته چه اختلافی هست؟ ظاهرا به نظر میرسه که خیلی با هوشمندانه این بار مبارزه میکنن با کسانی که تعرض میکنن بهشون. بفرمایید.
بله، ما اگه بخوایم مقایسه کنیم با قیام های گذشته در آبان 98 و دی 96 که نزدیکترین قیام ها بودن، متوجه میشیم که مردم از لحاظ استفاده از تاکتیک های محافظتی از خودشون، تاکتیک های میدانی و کارهایی که بتونن به رژیم ضربه بزنن برای سرنگونی، بسیار پیشرفت کردن. جمهوری اسلامی تصور میکرد که با هر سرکوبی شاید بتونه مثلا یک سرکوب رو 10 سال، یک قیام رو 10 سال به عقب بندازه. اما مردمی که در سال 98 آنچنان شدید سرکوب شدن، به خونه هاشون رفتن، برخلاف تصور جمهوری اسلامی ننشستن که دیگه بیرون نیان، رفتن روی تاکتیک ها کار کردن، نقطه ضعف هاشون رو پیدا کردن و ما الان شاهد اون هستیم که این قیام با تاکتیک های کاملا خودجوش، تاکتیک های اجتماعی و بدون هیچ وسیله و با کمترین امکانات بیش از 60 روز دوام آورده و عوامل جمهوری اسلامی و اتاقهای فکرشون رو مستأصل کرده. اونها تصور میکردن شاید این قیام به مانند قیام های گذشته نهایتا 3 الی 4 روز طول بکشه و با یک سرکوب تموم بشه، ولی الان ما داریم میبینیم که مردم با همین تاکتیک های میدانی تونستن این قیام رو بیش از 60 روز پیش ببرن و به نظر من باز هم تا سرنگونی جمهوری اسلامی این تاکتیک ها موثر خواهند بود. جناب کرمی زند، این سوال مشکلیه، شاید بخوان جواب بدین، و اون اینی که اگر جمهوری اسلامی کشتار رو بیشتر بکنه، مثل 98 بکنه، مثل اون 3 روز که طبق گزارش رویترز در 3 روز 1500 نفر رو کشتن، که البته الان رقمهای خیلی بیشتر الان گفته میشه، روی 4000 تا تکیه میکنن با آماری که در آوردن، به نظر شما آیا این موضوع اگر تعداد کشته ها بره بالا، امیدوارم که اینطور نباشه، شما فکر میکنید که آیا مردم دست به اسلحه خواهند برد یا تغییر تاکتیک خواهند داد به نظر شما؟ در خصوص اینکه جمهوری اسلامی، خب ما اول باید بدیم که جمهوری اسلامی هیچ مماشاتی نکرده، یعنی همونم در چند دقیقه قبل خدمت شما عرض کردم، تمام توانش همینه، یعنی چیزی نیست که ما فکر کنیم داره لطف میکنه اگر مثلا نکشته یا داره در حق مردم مماشات انجام میده. تمام توان جمهوری اسلامی همینه، از نیروهاش از داخل دچار ریزه شدن، از طرف جامعه جهانی کاملا تحت فشاره، و اما نکته رو که میدونه اینه که هر گونه که جمهوری اسلامی هرگاه که بخواد ضریب جنایت خودش رو، خشونت خودش رو بالا ببره، مردم پاسخ میدن، یعنی دیگه مردم نمیترسن، این مردم از ترس گذر کردن. همین الان ما شاهد این هستیم که روزانه تعدادی از جوانهای میهنمون به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته میشن، حتی کودکان، همونطور که شما اشاره کردید، کیان پیرفلک کودک 10 ساله ایزهی به دست عوامل جمهوری اسلامی کشته شد. مردم دیگه نمیترسن، جمهوری اسلامی اگر بخواد این خطا رو مرتکب بشه، به نظر من اگر میتونست انجام داده بود، ولی اگر بخواد این خطا رو مرتکب بشه، فقط باعث میشه که پروسه سرنگونی خودش بعد فرض مثلا اگه 3 روز طول میکشه، همون 1 روزه تموم بشه، چون مردم کاملا آماده هستن که پاسخ بدن. ولی مماشاتی نمیکنه، مماشاتی نکرد. بله، شما راجع به ریزش صحبت کردین، آیا خبرهایی دارین از داخل که آیا این ریزش چگونه است، در سپاه، در بسیج یا در ارتش، و آیا تعدادی دارین یا تخمین زده میشه که به چه صورت هست؟ خب این ریزش ها اگر این ریزش ها قطعا وجود داره و حتی ما میتونیم نمونه هاشو در خیابان ها ببینیم، یعنی روزانه چند تا ویدیو ازش بیرون میاد که خود نیروها با هم دیگه درگیر میشن در داخل خیابان. قطعا این ریزش ها وجود داره، ولی خب اگر ما نمیبینیم، برای اینه که فضای پادگان های نظامی متفاوت از فضای خیابون، اخبار به سختی ازش بیرون میاد، ولی خب این ریزش ها اگر نبود، جمهوری اسلامی به پشتوانه همین نیروها میتونست جنایت بیشتری رو انجام بده. ریزش ها در تمام نیروها وجود داره، قطعا در ارتش بسیار بیشتره، حتی در بین بدنه سپاه وجود داره، در بین بدنه نیروهای وجود داره، در بسیج هم کسانی که فقط به سوریه رفتند دستشون به خون مردم سوریه آلوده و میتونن، و قبلا
زنان و کودکان رو کشتن، اونها همچنان یک مقدار مسترانه کشت جمهوری اسلامی هستن و ما داریم میبینیم کسانی که در داخل خیابون هستن و عزیزان ما رو به ضرب گلوله میکشن قاعدتاً و اکثرا از اون افرادی هستن که به سوریه رفتن. یکی دو روز پیش هم یکی دونشون در شیراز توسط مردم یک مقداری مورد ادب قرار گرفت، ولی عکسش منتشر شد که با اسلحه تیرانداز در سوریه عکس گرفته بود، خون اسلحه برای کشتن مردم سوریه بوده. میخوام بگم این ریزش ها وجود داره، فقط یک مقداری کسانی که در سوریه دستشون به کشتن خون مردم بیگناه میشه گفت عادت کرده، اونها دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. بله، یک گزارشاتی بود که کسانی که گلوله های ساچمه ای بهشون اصابت کرده و البته خبرها خیلی ناراحت کننده است، تعداد زیادی گفته میشه که بیناییشون رو از دست دادن، یعنی مجبور شدن که چشماشون رو تخلیه بکنن برای اینکه سرایت نکنه به جاهای دیگه. شما خبری از این موضوع دارین؟ اطلاعاتی دارین راجع به این موضوع؟ خب این سلاح‌های ساچمه‌ای بله در اختیار نیروهای سرکوبگر وجود داره و چیزی قابل کتمانی هم نیست. ویدیوهاش منتشر شده و متاسفانه به وسیله اون سلاح‌های ساچمه‌ای یا همون شاتگانشون خیلی از هموطنان ما مجروح و مصدوم شدن، همونطور که شما گفتین حتی بیناییشون رو از دست دادن، از فاصله نزدیک بهشون شلیک شده و منجر به کشته شدن اون هموطنامون هم شده. این سلاح‌ها در واقع برای اینه که طبق همون قانون مثلا بخوایم حساب کنیم برای تجمعات، اینه که بایستی به جلوی پای معترضین شلیک بشه نه به سر و صورتشون، ولی جمهوری اسلامی از این قاعده و قانون بین المللی داره گذر کرده و داره مستقیم به سمت هموطنامون شلیک میکنه. برای کاملا چیز غیر قابل چیزی نیست که بشه کتمانش کرد. بله جناب کرمی زند، راجب نقش جنگ روانی یه مقدار راجب این موضوع برای بینندگان ما صحبت بکنین و احتمالا کسانی که با این برنامه های جمهوری اسلامی آگاهی ندارن یه مقدار آگاهی بیشتری بدین راجب نقش روانی که جمهوری اسلامی برای تضعیف مردم و یا اپوزیسیون استفاده میکنه. خواهش میکنه. خب در هر انقلابی یا در هر تغییر حکومتی چون نیروی اصلی مردم همون جامعه هستن، یکی از راههایی که میشه توسط حکومت‌ها مردم رو بخوان کنترل کنن طریق عملیات‌های روانیه. در این قیام اخیر مردم ایران هم قاعدتاً جمهوری اسلامی خیلی روی این عملیات روانی حساب کرد، اما با توجه به اینکه سابقه 40 چند ساله‌ای که داره در دروغ گفتن و بعد همین که مردم آگاه شدن تا به دروغ‌های جمهوری اسلامی دیگه براش کار نکرد، ولی باز هم اومده داره روی مسائل خاصی مثل این که کسانی که دارن اعتراض میکنن تجزیه طلبن، ببین این داره روش کار میکنه، در حالی که کسانی که حتی از یک آگاهی ساده از علوم نظامی، سیاست بین الملل، ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه اعتراض داشته باشن میدونن که هیچ موقع ایران ما تجزیه نمیشه، اما جمهوری اسلامی داره از روی اون داره روی این موضوع مانور میده، ولی خب نتونست، موفق هم نشد. یا حتی اومد که گروه های تروریستی وارد کشور شدند و باز هم ما دیدیم که این جنایت شاهچراغ رو، حرم شاهچراغ رو به وجود آورد تا یک عملیات روانی انجام بده، اما باز هم موفق نشد. جمهوری اسلامی روی عملیات روانی حساب ویژه‌ای باز کرد، اما تا این لحظه و به نظر من هیچ موقع موفق نبود و نخواهد هم شد. مردم ما بسیار آگاه شدند. بله خیلی ممنون. قبل از اینکه به چند تا موضوع دیگه غیر از اون چیزی که تخصص شما هست بریم، خواستم که اگر پیامی دارین برای هر چقدر هم دراز مدت باشه اشکالی نداره، هر پیامی دارین برای هممیهنانمون چه در داخل و چه در خارج، خواهش میکنم بفرمایید و بعد از این میریم با چند تا موضوع دیگه هست که با هم دیگه صحبت میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. من صداتون رو یه قطع شد. پیام برای نیروهای مسلح؟ برای مسلح یا مردم، هر دو، برای هر کدومشون میتونین دو تا پیام بدین، هر چی خواستین بگین. بفرمایید.
بله چشم، من ابتدا برای هموطنان، کسایی که مردم عادی نه نظامی، یک پیامی که دارم همبستگی رو بالا ببرید. کسانی که در داخل خیابون هستن، کسانی که دارن احتساب انجام میدن، عضوی از خانواده ما هستن. ما در هر گوشه از ایران زندگی کنیم، از شرق، از غرب، شمال، جنوب، مرکز، عضو یک خانواده ایم و اعضای خانواده موظف هستن از همدیگه حمایت کنن. و به خصوص در بحث اعتصابات، اگر میبینیم یک حرفه، یک شغلی داره اعتصاب میکنه، ما هم به اون بپیوندیم در حرفه و شغل خودمون و در خیابان هم از عزیزانی که در خیابان ها دارن تجمع میکنن، اعتراض میکنن، حمایت کنیم. در خصوص نیروهای مسلح هم، خب من در گذشته پیام زیاد دادیم، خود شما پیام دادید، عزیزان زیادی پیام دادن، ولی واقعا من ازشون، از کسانی که سرکوب جد سرکوبگر نیستن، کسانی هستن که هنوز مسیرشون رو انتخاب نکردن، میشه گفت دو دل هستن، ازشون خواهش میکنم که عزمشون رو جذب کنن و در بزنگاه که همین روزها هم هست در کنار مردم قرار بگیرن، از مردم در مقابل سرکوبگران دفاع کنن. در خصوص سرکوبگران هم دیگه نمیشه بهشون پیامی داد، خواهش کرد، هشدار میدیم بهشون. جمهوری اسلامی در مسیر سرنگونیه، نه به گفته ما، به گفته خیلی از خبرگزاری های بزرگ دنیا، سران جمهوری اسلامی خانواده هاشون در حال فرار از ایران هستن، به دنبال ویزا هستن، به دنبال اقامت هستن، به دنبال فروش اموالشون هستن در داخل، اصلا اموال اونها نیست، اموال مردم ایرانه، باید اموالی که در اختیار اونها بوده به دنبال فروشش هستن تا از ایران خارج بشن. قاعدتا داخل هواپیمایی که مسئولان جمهوری اسلامی و خانواده هاشون رو از ایران خارج میکنه، جایی برای شما نیست. از چی دفاع میکنید؟ با چه توجیهی؟ شما از لحاظ وضعیت مالی حتی از مردم عادی شاید پایین تر هم باشید. از لحاظ بحث اعتقادی هم بخواید حساب کنید، خود جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی برای کسی نداره. جمهوری اسلامی خودش مظهر ضدیت با اون حرفایی که زدن، با اون شعارهایی که گفتن. از لحاظ بانکی الان ما داریم میبینیم ربا، نزول، همه چی اون بانک‌های جمهوری اسلامی دارن انجام میده. علاوه جنایت بر علیه زنان و کودکان، خب یک اون پای منبر نشستی که در کربلا این اتفاق افتاد، بچه 3 ساله اون بلا سرش اومد، یا مثلا خانواده امام حسین رو اسیر کردن برای یک مدتی. خب الان جمهوری اسلامی به مراتب از اون بدتر داره انجام میده، اما با دست شما، یعنی به وسیله خود شما داره ظلم و جنایت انجام میده. بیایید در کنار مردم قرار بگیرید. ایران آزاد ما بسیار زیباست، ایرانی پیشرفته، ایرانی آباد. کسی هم به اعتقاد کسی کار نداره، کسی به دین و مذهب شما کار نداره، همونطور که شما هم نباید کاری داشته باشید به دین و مذهب کسی دیگه. بله، راجع به خانواده ها صحبت کردین و اینکه میخوان به کشورهای مختلف برن. مطمئنا شما و خیلی از کسان دیگه دنبال کردن که کشورهای مثل کانادا، مثل آمریکا و الان آلمان و فرانسه مقررات بسیار سختی رو گذاشتن. یعنی حتی کسانی هم که وارد شدن، در به عنوان مثال دارم میگم، در کانادا برنامه گذاشته شده، به عنوان مثال میگم، دولت کانادا رقم 76 میلیون دلار کنار گذاشته برای شناخت کسانی که در داخل کشور هستند، در کانادا هستند، و پولهایی که احتمالاً آوردن، تمام اینا رو الان دارن با برنامه هایی که بعد پیاده بشه شناسایی بکنن و بعد از اون به پرونده هاشون مراجعه بکنن، ببینن که آیا دروغ گفتن یا نگفتن، و بتونن به راحتی اینا رو خارج بکنن و حتی اون پولهایی هم که آوردن، اگر پولهای درشتی هم باشه، اونا رو ضبط بکنن به نفع عرشبت که مردم ایران، مخصوصا کسانی که میلیون ها دلار رو آوردن. و من این سخنی که شما گفتین راجع به خانواده ها، من فکر میکنم خانواده یعنی همسر و کودکان کسانی که در سازمان های امنیتی هستن، میتونن که اثرگذار باشن برای شوهرشون، همسرشون، و بگن که کافیه، الان شما میتونین، زمانش مناسب هست که بخواین که ترک بکنین و به مردم بپیوندین، یا حتی استعفا بدین. نمیخوام به مردم بپیوندین، ولی استعفا بدین. من فکر میکنم این پیام شما خیلی خیلی خوب خواهد بود. ما زمانی که باقی مونده،
حدود 7 دقیقه هست، من به چند تا موضوع خیلی یکی دو تا کوچیک اطلاع میدم. یه همین شنبه آینده یعنی پس فردا راهپیمایی هست، اعتراضات هست که اگر اون بنرش هست آقای مهندس فرزاد اگر نشون بدین اعتراضات روز شنبه رو که دوستان ببینن در این برنامه اگر حاضر هست. و این در بله این 19 نوامبر، امروز ما 17 هم هستیم، 2 روز دیگه این موضوع مال تورنتو هست و به یاد عرشبت که به خاطر بیارن موضوع جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده. و این یک بنر دیگه من دیدم در آلمان، من فکر میکنم شهرهای مهم دنیا هم همین برنامه رو پیاده میکنن و این یک کار بسیار خوبی هست برای تشویق داخل، مردم ایران در داخل که بدونن که این نخوابیده، جنبش نخوابیده، قیام نخوابیده، انقلاب نخوابیده و این کمک میکنه به سیاست مداران کشورهای مختلف که هنوز مردم میخوان که اونها اینوالو باشن. ولی یک نکته که میخواستم در حقیقت خیلی سریع راجبش صحبت بکنم، البته ممکنه جزء کمک فکری شما نباشه ولی از شما درخواست میکنم اگه نظری دارید. خانم مسیح علی نژاد چند روز پیش در فرانسه بود، در کاخ الیزه بود، آقای مکرون دعوت کرده بود و با چند نفر از خانم ها اونجا بودن و در اونجا آقای مکرون گفته بودی که اینجا به نظر ایشون هم انقلاب شده، انقلاب داره میشه، همونطوری که آقای ترودو نخست وزیر کانادا این موضوع رو مطرح کرده و یکی دو تا از سران کشورهای دیگه. علتی که من این موضوع رو خیلی دارم سریع مطرح میکنم این هست که در حقیقت یک سوالی، دو تا سوال آقای مکرون کرده. من مصاحبه خانم علی نژاد رو چک میکردم امروز یا دیروز، ایشون گفتن که چه کمکی میتونن بکنن و آقای مکرون پرسیده آیا اپوزیسیون متحد هست؟ سوال بسیار بسیار مهمی است که این سوالی است که به نظر من سالهاست سران کشورهای مختلف از ما به عنوان اپوزیسیون سوال میکنن که میگن که مثلا الان یک کسی قبل از شما اینجا بود، اون چی میگه و شما چی میگی؟ بنابراین این سوال باز هم مطرح شده. و بعد سوال بعدی بوده که ما کار خودمون رو میکنیم، گام بعدی شما چیست؟ یعنی این در موقعی بوده که خانم علی نژاد و اون مهماناشون در یک شامی که دور هم بودند و حدود 100 نفر از سران کشورهای مختلف به خصوص از اروپا اونجا بودن که این مهمانا رو به اصطلاح معرفی کردن، گفته من گفتم به شما که این کارو میکنم، به شما کمک میکنم، ولی گام بعدی شما چیست؟ حالا اینا رو من به عنوان یک پیش درآمد دارم میگم، ولی پیام سوالی که من دارم در حقیقت به 3 نفر هست، 3 نفری که بسیار در داخل ایران شناخته شده هستند. یکی شاهزاده رضا پهلویه، یکی آقای حامد اسماعیلیونه و دیگری خانم مسیح علی نژاد هست. این 3 نفر تا اونجایی که به نظر من و بسیار از کارشناسا میدونن و میدونیم کسانی هستن که در داخل ایران و خارج ایران محبوبیت دارن، شناخته شده هستند. بالاتر از همه اینها شاهزاده رضا پهلویه که بزرگترین شناخت و مردم داخل ایران و خارج از ایران دارن. یعنی ممکنه که خانم علی نژاد یا آقای اسماعیلیونو در مثلا بشاگرد مثلا ندونن، در نمیدونم یکی از دهات‌های زاهدان ممکنه نشناسن، یا در نمیدونم در یک دهاتی در خراسان ندونن نشناسن، ولی شاهزاده رو به خاطر خاندان پهلوی میشناسن. سوال من اینجاست، یعنی درخواست من این هست، آقای اسماعیلیون گفته که من وارد سیاست نمیشم، آقای شاهزاده رضا پهلوی هم همینو گفته،
کسی که به نظر من بیشتر از همه استعداد داره و میگه که من حاضرم هر کاری بکنم خانم مسیح علی نژاده. سوال من از دو عزیز دیگه این هست، شما این کار رو برای مردم ایران میکنه یا هر ستاشون دارم میگم برای مردم ایران میکنه؟ ما هر روز داریم کشته میدیم و بعدم اگر شما سه نفر و دیگر کسانی که شما فکر میکنین مورد قبول مردم هستند یا از آمارهایی که گرفته شده افرادی هستند که مورد شناخت مردم هستند، یعنی مردم بهشون احترام میذارن، مردم شناخت دارن، یعنی اگر یک فراخانی به عنوان مثال میگم این سه نفر یا پنج نفر یا شیش نفر یا هر چند نفر دیگه که جزو این گروه هستن، هر چند کوچیک باشه تعداد طرفدارانشون یا کسانی که میشناسنشون کم باشن، اون هدفی که باید به اونجا برسیم انجام میشه. به عنوان مثال ما الان سه روز تظاهر به اصطلاح چی میگن بستن مغازه ها بوده و اعتصابات بوده. خب این سه روز ممکنه که الان دو مرتبه تکرار بلا فاصله تکرار نشه، چون اونا هم باید کسانی که اعتصاب میکنن مغازه هاشون رو میبندن، اونا هم باید زندگی بکنن، مردم هم باید از این مغازه ها جنس بخرن و کارهاشون رو انجام بدن. بنابراین ممکنه که دو مرتبه یک چند روزی بگذره، یه هفته بگذره، دو مرتبه این اعتصابات شروع بشه. ولی اگر قرار هست که اون جمعیتی که با هم صحبت کردیم جناب کرمی زن که تعداد بیان بیرون، تعداد هست که میتونه اثرگذار باشه، تعداد هست که میتونه قدرت نظامی ها رو کم بکنه. اگر قرار هست که این کارا بشه، این سه نفر که به نظر من به عنوان مثال میگم، من الان روی سخنم به حامد هست، حامد اسماعیلیون که بسیار بهش احترام قائلم و خودم به اصطلاح به عنوان دوست خوبی میدونم ایشونا و بسیار تحت فشار هم خانواده های جانباختگان هستن و هم کسانی که شاه اللهیا هستن و یا اینکه کسانی هستن که مخالف خود جمهوری اسلامی هست که این کارا رو میکنه، اشکالات زیادی رو برای ایشون ایجاد کردن. ولی ایشون دادخواه هستن، دادخواه 176 نفر که در اون پرواز 752 جمهوری اسلامی ساقط کرد. من پرسشم از آقای به صورت پابلیک دارم میگم، عمومی دارم میگم، که شما که دادخواه 176 هستین، دادخواه 85 میلیون باشین. صحبت من روی سخنم به خانم مسیح علی نژاد هست که شما که طرفدار زنان هستین که 50% جمعیت ما را داره، البته مسیح کارهای زیادی میکنه که ربطی نداره به فقط به خانوما، به کارهای دیگرش هم میکنه، ولی ما اینو بعد گسترشش بدیم به 85 میلیون. شاهزاده هم همینطور. شاهزاده به نظر من و تمام کسانی که، یا بهتر بگم اکثریت اپوزیسیونی که باید بیشتر فعالیت بکنه و خودشو اینوالو بکنه در مورد این. میدونم که گفته، بارها گفته که نمیخواد در حکومت بعدی شغلی داشته باشه، سمتی داشته باشه، اینا رو همه درک میکنیم، ولی برای نجات کشورمون ایشون باید به میدون بیاد و برای این کار با بقیه که کسان دیگه هستن این کار رو انجام بده. این صحبت من دارم الان به این صورت میگم که این دعوت ها الان آردی شده، یعنی تا کدوم چندین بار این صحبت شده و چند تا از این دوستانی که من الان مطرح کردم اسمشون رو زیاد علاقه نشون ندادن، نه اینکه نخوان، ولی به دلایلی نخواستن بیان جلو. ولی من در اینجا در این برنامه ازشون خواهش میکنم، خواهش من نیست که ایشون باید اینا بیان جلو، بلکه این خواهش 85 میلیون نفر هست که هر روز ما داریم کشته میدیم و این کار رو باید به صورت خیلی خیلی جدی، یعنی بگن که، یعنی مهمتر از این دیگه کسی چیزی در دنیا برای ما ایرانی ها چیزی وجود نداره، هیچی بیشتر از این وجود نداره. حتی ما بتونیم یک نفر رو نجات بدیم، جونش رو نجات بدیم، اون کاری که اساسی که بعد انجام بشه انجام شده. من خواستم سوال بکنم، آیا فکر میکنم زمان ما تموم شده باشه، ولی اگر ممکنه در یک دقیقه اگر مطلبی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در خصوص رفتارهای سیاسیون خارجی، من کاملا با شما هم عقیده هستم که این تغییر رفتار اینها، این صحبت‌های اونها، ما داریم می‌بینیم در حد نخست وزیر کشورهای مهمی مثل کانادا یا رئیس جمهور فرانسه یا حتی رئیس جمهور آمریکا بایدن اومدن از تغییر رژیم به طور صراحت گفتن. ما اینها رو باید یک فرصت بدونیم و هر کار دستمون برمیاد انجام بدیم برای سرنگونی جمهوری اسلامی. سپاسگزارم از دعوت شما و صحبت‌های کاملا به جاتون جناب جمع عزیز. بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم که بازم به من افتخار دادین که اینجا باشین. بازم در برنامه‌های دیگه از شما خواهش می‌کنیم بیام برای بینندگان ما مطالبی رو بگین. روزتون بخیر، مواظب خودتون باشین.